Thank you من به نظرم آدما مختارن که بدترین کارهای دنیا رو با آدم بکنن واقعا باورم اینه که هر کسی حق داره هر جوری دلش میخواد با هر کسی رفتار کنه و عواقبش رو ببینه خب یعنی هیچ کس موظف نیست مهربون باشه هیچ کس موظف نیست صادق باشه آدما میتونن به همدیگه خیانت کنن میتونن به هم دیگه جفا کنن همه کار میتونن بکنن مبحث اخلاقه شاید حالی بحث جدی تر بشه بد نباشه در مورد که توی فردیت یا اون مشکلی که یا شاید اون چالشی که من با خود دوستی که تو همیشه میگی دارم به عنوان یکی از آدم که داری میگی که یه بارم دماش قبلا حرف زدیم که بحث اخلاق و تعامل با دیگرون خب دوباره اگه به فرد سپرده بشه دوباره یه خورده شاید بی نظمی پیش بیاد آنارشی پیش بیاد من میخوام دارم از نظر هر کدوم از شما متر اخلاقی خودتون چیه و به, به نظرتون چجوری میشه اخلاقی رفتار کرد؟ آیا اخلاقیات رو فقط باید بر, اساس کامن سنس و برای اون باورای جمعی باید مطرح کرد که غیبت بده، دزدی بده، نمیدونم دروغ بده و حالا اگه یه جای مسئله دونستم دروغ بگم احتمالا خب موقع درسته خودم دارم پرکتیسش میکنم من خیلی پیچیدش نمیکنم و فکر میکنم من با نرم جامعه میرم که فکر میکنم که نرم جامعه مثلا اگر میگه این کار بده و منم این کار رو انجام نمیدم و انصاف حالا انصاف برای هر کسی یه خطی داره انصاف برای تو کجا وای نیسته این سوال جالبیه باید بهش فکر کنیم این چیزی که تو هفته پیش گفتی خیلی ذهن من رو درگیر کرده که تو قسمت قبلی گفتی که متر اخلاق کجاست اگر ما گفتی برای توی مسیر هدفمون یه عبر رضا یا عبر علی رزا بسازیم و در اون راستا حرکت کنیم اگر اونی که ما ساختیم خیلی خطرناک باشه چی؟ موقع سوال خوبیه ولی من میگم چاره ای نداری به نظر من چاره ای نیست یعنی چون اخلاق به نظر من یه چیز بیرون از ما نیست اخلاق فردی و اخلاق بیرونی بازم دوباره در اون حوزه توافقهای جمعی و فردی هست حالا یا ما با خودمون سر یه موضوعی به توافق میرسیم ولی من دارم میگم برای اینکه اون متر باشه برای اینکه اون بتونیم ارزیابی کنیم انگار باید بدونیم کجا میخوایم بریم به کجا میخوایم برسیم چون اخلاقی که در حوزه اون لحظه ای باشه که ما میخوایم براش تصمیم بگیریم یا از قبل بهمون گفته باشن این خوبه این بده یا بذاریمش بر عهده خودمون که اون لحظه تصمیم بگیریم که چه کاری صلاح است نکته من اینه که وقتی که تصمیم میگیریم که بذاریم بر اون اساسی که کجا صلاح این کارو بکنیم ما یه قدرتی برای توجیه کردن داریم ما انسان های توانایی خیلی خارق برای توجیه کردن خیلی خطرناکه اون کاری که میخوایم تو اون لحظه بکنیم داریم و اگه از قبل اخلاقیات رو برای خودمون تبیین نکرده باشیم راحت‌تر به سمت خودمون و اون خواست و میل خودمون کج میکنیم مسیرمون رو اگر چراغ قرمز سر چراغ سر باشه میدونیم که اینجا قرمز باید وایسیم جریمه میشیم اگر برویم این میشه نقطه که از قبل تعیین شده ولی اگر من رسیدم سر چهار گذاشتن به صلاح من خب تو الان ممکنه بگی من الان دستشویی دارم باید بپیچم اون یکی میگه من مریض دارم باید بپیچم هر کسی برای خودش یه توجیه خیلی قانع کننده برای فردیت خودش داره که اون موقع اون آنارشی میشه بنابراین تو دو تا حوزه هست حوزه فردی و حوزه اجتماعی اگر از قبل تعیین نکنیم یا دیگرون برامون تعیین نکنن میرسه به تشخیص فردی خودمون که به نظر من خطرناکه خب خودمون از قبل تعیین کنیم خودمون هم میتونیم تغییرش بدیم هر موقع که دلمون بخواد تو یعنی میگی ده ده. قول خودمون بخواد تو یعنی میگی یعنی ما بر خودمون یک قانون اساسی بنویسیم یه قانون اساسی بر خودمون بنویسیم و اینو رایتش کنیم برای سالها بعد از اون میگی که نرم جامعه داره همینجوری عوض میشه پس ما هم باید قانون اساسیمون رو عوض کنیم آپدیت کنیم نسبت به اون چیزی که دوست داریم بنویسیم نسبت به اون هدفی که میخوایم برسیم پس یعنی ما میتونیم عوضش کنیم قانون اساسیمون رو ببین من من فکر میکنم وقتی تو وارد این وادی میشی که میگی ابر انسان یا ابر شهر من یا یوتوپیا یا اون بهشت برین من کجا هست تو اون وادیه انگار مثل این میمونه که تو تعیین میکنی میخوام پایین یه کوهی وایسادی و میگی من میخوام برم قله اون کوه هدف رو میدونی اینجا رو میدونی حالا ممکنه یک جزئیاتی رو تغییر بدی تو اون بالا رفتنه ولی میدونی داری کجا میری ولی به نظر من بیشتر بی اخلاقی ها بیشتر از اینکه یک هدف بد پشتش باشه انگار اینکه که آدمه نمیدونسته کجا میخواد بره یا چه اتفاقاتی و یه همچین چیزی تو ذهنمه حالا نمیگم اینم به عنوان رسپیه ولی این نه. من میخوام بگم یعنی که تو اون ابر اجرزایی که ساختی سالهای پیش تا الان تغییرش ندی هنوز رون ببین مثلا ما یه سری هدفهایی بر خودمون میسازیم و جامعه یا اون اتفاقاتی که میفته برامون باعث میشه که اون هدفمون تغییر میکنه یا همینطور دانایی خب اون, اون هدف نیست دیگه اون دیگه اونش اون قایت هدف و قایت دوباره فرم کن بذار, ش... بذار یه ر... شاید حسین بتونه کمک کنه تو... تو بگو نظر اصلا این ایده رو به نظر میپسندی من دوست دارم دی... من به نظرم مخصوصا تو مقیاس اجتماعی خیلی قشنگ کار میکنه که آقا نگاه کن ببین اگر اون جامعه ای که تو میخوای توش زندگی کنی آیا آدما چرا قرمز رد میکنن خب نه آدما قانون و تای حدود معقولی رایت میکنن اون جامعه ای که تو میخوای توش زندگی کنی آدما دروغ میگن نه پس تا تو... ولی وقتی بحث شخصی میشه رضای خود اینجا کانسرنی که داره به نظرم خیلی معقوله و من احساس میکنم یه اتفاقی که افتاده اینه که از ما سلب اعتماد شده به خودمون ما واقعا میدونیم کار درست چیه به شکل عجیبی حتی اونایی که کار درست رو نمیکنن میدونن کار درست چیه و راه حلش رو دوباره تو برگشتن به خودت میبینم و دوباره تو برگشتن به اصلش میشه بپرسن و... این کجا میگی و چه اساسی میگی تقریبا بر هیچ اساسی غیر از انگار مثلا یه مجموعه ای از دریافت و چیزایی که خوندی و چیزایی که دمرین کردی و چیزایی که دیدی یه نگرشی بهت میده و نمیتونم پین پوینت کنم بگم از این کتاب میاد زمینه که تو خیلی کتابم واقعا کتاب منظورم نه نه دلیلش, نا، نا. دلیلش دلیل این دلیل. اینه که من احسا... آقا نگاه کن من احساس میکنم ذات آدمی زاد با واقعیت با حقیقت یه ارتباط خوبی داره یه ارتباط سالمی داره خب این ارتباط سالم میتونه خدشدار بشه به واسطه زربه هایی که میخوریم به واسطه دروغ هایی که به خودمون میگیم و به همون میگن ولی همیشه اون احساس خوبی که از حقیقت و گفتن به دست میاری حتی تو کسی که حقیقت رو نمیگه حس میشه خب من کسایی دیدم که تمام زندگیشون دروغ میگن و حال بد دروغ گفتن رو میچشن و حال خوب واقعیت و صداقت داشتن رو هم میچشن حالا به دلایل رفتارهای مختلف نمیتونه واقعیت رو بگه ولی همچنان همون آدم هم مهربونی رو واقعیت رو صداقت رو دوست داره و مشکلی که به وجود میاد اینه که ما اینا رو بخوایم قانونی کنیم اینا رو بخوایم بنویسیم بخوایم اصلا سخت میشه برای همینه که تو جامعه هایی که هرچی جامعه بیشتر قانون داره بیشتر دوز داره هرچی بیشتر دوز داره بیشتر قانون داره هرچی بیشتر قانون داره بیشتر دوز داره بیشتر آدمایی داره که و ای بودن در طول تاریخ بشر که قانونی به این شکل نداشتن و اعتماد بر اساس اعتماد به افراد بوده و هی ننوشتیم که این کار غلطه. اگه این کارو بکنی اینجوری میشه اون کارو بکنی اینجوری میشه و آدما رو اجازه دادیم که با فطرتشون حالا شاید خیلی با فطرت کلمه جالبی نیست با ذاتشون میشه ذاتشون آه. اصلشون حقیقتشون پس اون تو،, شون. تو فکر میکنی ذات ما خوبه پس این یعنی خیلی آره من واقع، واقعا اصلا همونطوری که تو آقا یه بچه مهربونی رو دوست داره یه بچه بین انتخاب بین دروغ گفتن و واقعیت رو گفتن قبل از کاندیشن شدن قبل از اینکه همه اتفاقات براش بیفته قبل از اینکه دروغ رو باور کنه یه بچه به سمت صداقت سوق داره به سمت مهربونی سوق داره نه به سمت خودخواهی هم سوق داره <applause> یعنی خود ارجعیت بیدن و خود خودش رو به عنوان محور و ارزش و ارزیابی تعیین کردن هم میتونه باشه که مثلا من اینو من میخوام مهم نیست که تو هم میخوای مهم نیست که تو هم احتیاج داری اتفاقاً تحقیقات دقیقا برعکس اینو نشون میده قبل از کندیشن شدن ببین بعد من کاری به بچه 9 ساله ندارم من وقتی من بچه بچه ها... گفتم خب، وقتی بچه ها کوچیکن واقعیت اینه که به سمت خوبی گرایش دارم خب به سمت اینکه من اگه یه چیزی رو دارم تو شیر کردنش لذتی میبرم توی بخشیدنش لذتی میبرم توی به سمت خوبی خوشی حالا هر اسمی که میخوای روش بذاری به سمت صداقت من یه سوقی دارم انگار یه گرایشیه به سمت اون چرا؟ چون ما تو جوامع بزرگ شدیم حالا برداشت من اینه همونطوری که یه پرنده که تا حالا مثلا این سنجاب تا حالا زمستون رو نیده تو بهار به دنیا میاد و این سنجاب به محض اینکه تابستون میشه شروع میکنه غذا ذخیره کردن تو سرشتش تو دی این ایش، تو کندیشنینگش یه چیزی هست که یاد گرفته و میدونه که این خوبه براش غذا رو باید ذخیره کنه چون زمستون غذا خبری نیست ما هم روش تکاملمون به این شکل بوده که از همکاری تکامل پیدا کردیم ایده داروین که survival اف دی فیتست قشنگ رد شده سروایوول اف دی کایندست سروایوول اف دی موس کوآپراتیو کسایی که بیشترین همکاری رو با هم داشتن موفق شدن نه کسایی که بیشترین اینم بود... یه نوع فیتنس یعنی اینم یه نوع نو جدید میشه فیتنس و دقیقا دقیقا ولی آخه فیتنس رو مثلا بر اساس قدرت و اینا شاید اونجوری نگاه نه اون تفسیر اشتباهی بوده آفره. از فرگشت دقیقا دقیقا, دقیقا. 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 آخه اصلا خود داربی هم نگفت آره آره. خود فرگشت آره. اصلا, اصلاً, موضوعش اینجوری نیست برای همین ما به همکاری گرایش داریم بچه ی آدمیزاد به سمت همکاری به سمت همدوستی چرا چون اصلا تو اولوشنمونه تو تکاملمونه ما اینطور تکامل پیدا کردیم برای چی اومدیم تو قبیله برای اینکه باید هوای همدیگه رو میداشتیم حتی خودخواهانه هم که شده خوب بود که هوای همدیگه رو میداشتیم و بعد چیزایی رو باور کردیم از طریق همین دست قوانین که وقتی یه قانونی میذاری یه گرایشی برای شکستن اون قانون توی آدما به وجود میاد وقتی قانون ورداری معمولا نشون داده شده که آدما بهتر رفتار میکنن و این این واقعیت من یه چیزی بگم ببین قانون من فکر میکنم قانون زمانی گذاشته میشه که یه دونه اتفاق بد افتاده یه سوء استفاده افتاده بعد میان قانون رو میذارن ما قانون نمیذاریم که آدما قانون رو بشکونن آدما قانون شکنی کردن قبلش بعد اومدن قانون گذاشتن شاید توی ده توی دهی که مثلا چیز بوده همه میمدن درشگاه رد میشدن چرا قرمزی وجود نشته. دو تا درشگی که خوردن به هم آدما ها مردن این وسط اومدن یه چیزی گذاشتن گفتن شما وایسی شما برو میخوام بگم که اگر اون چیزی که تو داری میگی خیلی قشنگه که ما به اون ذاتمون عمل کنیم اون چیزی که همه میدونیم درسته را عمل کنیم ولی انجام نمیشه یه سری از سوء استفاده میکنن ببین من اصلا نمیگم اگر یه جامعه رو کامل قانون از توش برداری همه چیز خوب کار میکنه خب ولی گذاشتن قانون جدید هم باعث پیروی نمیشه الان این همه قانون برای دزدی هست قانون میخواد فورس کنه قانون از بیرون داره فورس میکنه ما در اخلاق صحبت میکنیم اخلاق از درون من حرفم همینه که اگر آدما به اون به جای اینکه براشون قانون بذاریم که این کارو بکنون کارو نکن اگر نگرش ما این باشه که آدما اگر همسو با واقعیتشون باشن همسو با اصلشون باشن کار درست انجام میدن و نه تنها کار درست رو بر اساس قانون بلکه کاری که تو که اینکه بری یه نفر رو نجات بدی جزو قانون نیست خب یه نفر رو کمک کنی جزو قانون قانونی نباید کسی رو کمک کنی تو همین که صدمه نزنی قانونیه بنابراین قانون حداقل رو داره میگه ولی تو شرایط مختلف نشون شده که وقتی آدما با اصلشون در تماسن کارایی رو میکنن که حتی قانونم بهشون نمیگه حتی قانون رو میشکنن که به یه نفر دیگه کمک کنن نگاه یه جمله من یه متنی بود که نوشته بودم و بعد یه شعر کوتاهی هم هست که نوشته بودم که انسان تنها حیوانی هست که دنیا و خودش رو اونجوری که هست نمیپذیره و میخواد خودش و دنیای خودش رو بهتر از اون چیزی که هست بکنه حالا این تا یه نسبتی میتونه برای حیوانات دیگه هم باشه ولی انگار انسان به خاطر قدرت بیشتری که تا هم اشاره کردی داره کانسیکوئنس اون رفتارش خیلی هم بیشتره بنابراین میان آنچه باید باشد و نیست میان چه میان آنچه هست و بایدش نیست انگار اون تمام اون تعامل های دنیا شکل میگیره و اتفاقای دنیا میفته که ما میخوایم دنیای بیرونمون رو تغییر بدیم بر اساس اون امیال درونمون انگار یه تناقض و تفاوتی وجود داره و مرز اخلاق انگار به نظر من خیلی هم ذاتی نیست چون خیلی موقع ها ما سر محدودیت ریسورس ها ممکنه سو استفاده بکنیم. ممکنه من دوست نداشته باشم ولی ممکنه سو استفاده بکنم نمیدونم چقدر این موضوع میتونه اینجوری. مثلا میگفت تنها تفاوت ما انسان ها با نزدیکترین همسایه ژنتیکیمون مثل شامپانزه ها اینه که ما میتونیم توافق ها و قول های بیشتری داشته باشیم و حالا احتمالا اخلاقیات بیشتری رو رعایت بکنیم و چون مثلا شامپانزه ها اگه یه شامپانزه و یه آدم رو تو جنگل ول کنی احتمال اینکه شامپانزه سروایو کنه خیلی خیلی بیشتر از این که یک آدم سروایو کنه از بیشتر المان های بدنی که قوی تر از ما هست خیلی از نقاط هوشی هم حتی از ما قوی تر هستن ولی ماجرا سر اسکیل های بزرگتره موقعی که حد اکثر جمعیت شامپانزه نمیدونم 50 تا 100 تا نمیدونم گلاش مثلا اینقدی میتونه باشه ولی یهو میبینیم ما انسان ها میتونیم سر یه سری توافق ها سر سری اخلاقیات و اخلاقیات که حتی توافق های کوتاه مدته مثلا صد هزار نفر سر یه توافقی بریم یه استادیومی چند ساعت یه فوتبالی رو ببینیم با یه توافق با رعایت یه سری چیزهایی و بعد بیایم بیرون انگار این توی دولوشن ما خیلی تاثیر داشته اون قدرت همکاری ما بوده که شده ما رو کرده ما و اون اونجایی بوده که حالا قانون به وجود اومده اخلاق به وجود اومده و من فکر نمی کنم اگر به ذات خودمون برگردیم که مثلا حیوانات رو میام نگاه میکنیم مثلا شامپانزا اصلا موجودات اخلاقی نیستن یه جاهای اخلاق رو توشون میبینیم ما فرنس توشون میبینیم مثلا مهربونی رو توشون. مهربونی, رو توشون. مهربونی رو توشون میبینیم ولی خیلی موقع تجاوز میبینیم yeah. خیلی موقع ریپ کردن میبینیم ریپ ری، ری دست جمعی yeah. میبینیم یعنی میخوام بگم اگه برگردیم به اونا نگاه کنیم اخلاقیات رعایت نمیکنن ولی توی گله که هستن میدونن که یه کارهای کانسیکوئنس داره ها انگار فردی شاید اینقدی ای اخلاق براش نیست ولی یه کاری اگه مثلا من الان الان اینجا این کارو بکنم بر اساس نمیدونم بقیه میان منو تنبیه میکنن و نمیدونم چقدر میشه اینو برد پایین که اخلاقیات در ذات ما هست من احساس میکنم قانون هیچ وقت اصلا کاملا با قانون زاویه دارم حالا یه خورده شاید بحثمون به سمت دیگه ای بره من آره. کاملاً با قانون زاویه دارم اصلا به نظرم ما که بچه نیستیم ما که یه مش ببخشید حالا واقعا هستیم ولی یه مش حیوان <applause> که نیستیم که هی این کارو بکن اینجا درسته آره برای رانندگی چون رانندگی احتیاج به یه سری قوانین داره خب آف یه سری قوانین داره ولی مثل اینکه استفاده کردن از یه دوربین یه سری راهکار داره باید بلد باشی اینستراکشنی داره رانندگی هم همونه بنابراین من در مورد قانون در مورد این صحبت نمیکنم ولی اینکه تو برگردی بگی آقا مثلا دزدی غیر قانونیه هیچ کجا در طول تاریخ باعث جلوگیری از دزدی نشده نه تنها نشده بلکه اتفاقا هر موقع م... ه... آخه نگاه کن الان کشورهایی که بیشترین قانون رو برای مواد مخدر دارن امریکا بیشترین زندگی نداشته مثلا سوال همیشه موضوع قانونیه که اگه نداشتیم میده. بیشتر میشد حرف نداشتیم حتما حتما ضررش کمتر میشد ابا اصلا نگو کن در مورد همین مواد مخدر خب و قانونی که توی امریکا هست که گفتن آقا مواد مخدر بزرگترین دشمن ملی ماست و همه یه تلاشمون رو میکنیم که این مواد ما از اون موقع بیشترین آدم کشته شده بیشترین جنایت شده بیشترین مواد مخدر فروخته فروخت 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 شده هیچ به خاطر اینکه غیر مواد آخه اون تو هلند دیدیم هلندم تو... خیلی قال من همین تازگی اونجا بودم خیلی قانون دارن اونجا آره ولی در مورد مواد مخدر حال تو این مثال مخصوص مثال تول... مواد مخدر منظورم خب خیلی؟ همون اون رد لایت استریت بود که مثلا آه. نه که من رفته باشم اون <صح> 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 خیلی جالب بود میگفت که مثلا حتی اونجا نمیتونی تو تو خیابونش مثلا میفروختن همه جا. جاها ولی تو نمیتونی اونجا سموک بکنی بسینه دقیقا توی جوامه ای که قوانین ضد مواد مخدر برداشته شده مواد مخدر مصرفش کمتر شده واقعا کمتر شده دسترسی بهش رو اصلا نگاه کن تو خودتو نگاه کن آقا ما اومدیم امریکا الان مشروب برای ما در رسسه نمیخوریم دنبالش نیستیم تو ایران که بود نبود و غیر قانونی بود همش همه دنبال این بودن وقتی یه چیزی غیر قانونی میشه این سرشت ماست این وقتی یه چیزی غیر قانونی میشه ما اتفاقا براش در میشیم و این چیزی که جامعه میدونه و من واقعا یه باور دیگه هم که دارم که اصلا شاید اینجا جاش نباشه ولی میگم اونه که جامعه به هیچ عنوان خیر آدمی زاده مثلا براش مهم نیست اصلا براش مهم نیست که تو خوشحال باشی به عنوان علی فردی جامعه انترپرایز میخواد انترپرایزش خوب پیش بره ولی اون جامعه, کجا او از مگ از ما تشکیل نشده درسته ولی مثل یه شرکت که از کارمنداش تشکیل شده ولی شرکت براش پول در آوردن مهمه نه خوشحالی کارمنداش و دقیقا جامعه هم یه شرکت یه باتم لاینای مالی داره و میخواد به یه شکلی پیش بره برای همینه که آقا تو کره شمالی همه چیز غیر قانونیه. حتی تلویزیون رسمی کره شمالی براشون غیر قانونیه. ولی یعنی میشه ولی سیگار و مشروب آزاده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینا ابزاریه که یه جامعه حالا میتونه بشینه بگه مشروب غیر اخلاقیه، سیگار غیر اخلاقیه، ولی وقتی جامعه تو مقیاس جامعه نگاه کنی، جامعه سه چیزای دیگه براش مهمه؟ جامعه براش اخلاق مهم نیست، جامعه براش سروایو کردن جامعه مهمه و داشتن افرادی که به قانون رو ببندن، رعایت کنن، سوال نکنن قانونو، سرشون پایین و پس تو با خوبی باشم. قانون مخالف نیستی ولی قانون حداقلی نه قانون حد 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 دقیقاً هر قانون حد چی, قان... حد چی قانون هر بشه، بشه، خب چی قانون کوچیک‌تر بشه جمع‌تر بشه خب میگه هر چی قانون کوچیک‌تر بشه اخلاق باید بزرگ‌تر بشه دقیقاً این همیشه میشه و میشه حالا این یه پیش بینی منه که میشه شاید تو طولانی شاید, مو... شاید الان تو ایران قوانین و برداری یا هر کجای دیگه دنیا قوانین و برداری بلافاصله یه به قول تو آنارکی بشه ولی باید فرصت داده بشه که اون اولوشن آیا تالورنس میگه اکوسیستم ها آیا تالورنس این موضوع رو داره که اجازه بهش بدی که میدونی مثلا بعضی اکوسیستم ها بعضی سیستم ها اگر تو همچین اجازه رو بهش بدی یه هویی میتره که خراب میشه مثلا فرض کن الان آدم ها آخه ما یه ابزاره قویی داریم مثلا سلاح هستهی خب مثلا نمیدونم کمیکال وپن که وجود داره اگه دست هر کسی بیفته چه اتفاقی براش میفته آدم‌ها میزنن و میزنن همدیگه رو میکشن دیگه یعنی میدونی یه نفر به هر دلیل ذهنش میگی مریضه حالا اسمش رو میذاریم مریض کارکنه ممکنه میتونه بی... یه میلیون آدم رو بکشه در عرض چند لحظه یا مثلا بره آب شهری رو مسموم بکنه این اتفاقا بیفته به نیتای حتی خوب به قولن خب وقتی تمام مدت این قانون ها جامعه رو فشرده فشرده مثل یه فنر حالا نمیشه یه دست برداری بپره ولی کم کم اگر جمع کنی یه متوجه میشه که کم کم قانون در مورد مواد مخدر برداری بعد بر اجازه رو بدی به آدما که تصمیم بگیرن بابا ما که بچه، ما که بچه نیستیم یه جامعه ای که اصلا خودش فاسدترین خودش بدترین خودش هزار جور مشکل داره به من بگه که بچه جوری زندگی کنی چی کار کنی چی کار من با مخالفم و تو همه چیزم نظر داره. داره. این, این من فکر این تو بعضی جاها درسته بعضی جاها میتونه ببین شما اگه یه چیز یه دیواری رو بکشی توی محیط خالی همش میخوای تلاش کنی ببینی پشت اون دیوار چیه تو بعضی از موارد درسته تو بعضی از موارد درست نیست چون سوء استفاده میشه ببین من نمیدونم چرا بعضی جاها ما که میریم توی جامعه ای که قانون رعایت میشه یا اون نرم جامعه داره همه چی خوب رعایت میشه ما هم خوب وای میسیم مثلا توی امریکا وقتی میریم یه جایی می‌بینیم که همه چی همه وایس دادن تو صف ما دیگه نمیزنیم تو صف ما ما میریم نفر آخر وای می‌سیم ولی یه جای دیگه ای که بریم ببینیم بی قانونی هر مرجه ما دوباره خارج میشیم از اون اخلاق دوباره میر... چون باید وایف کنیم چون اگر می‌بینی یه صف نونه تو آمریکا وایسی تا صفت میرسه تو وای میسی وقتی میبینی یه جای دیگه میبینی صف نون وایسی دیگه بهت نمیرسه همه دارن میزنن جلو تو نمیتونی بگی که حالا اخلاق من وایسم نرسیدم حالا فرض اینجا ای پلیس بذاری مثلا مثلا رو برطرف میکنم 100 درصد خب اینجا الان خب قانون, قانون اگر نید. یک نفر وایسه بگه که آقا تویی که داری میزنی توی صف به تو نون نمیدیم برو وایسه تر زف این دوباره قانون باعث میشه که تو نونو ببری سر سفرت تو ولی اگه اون شب نون نبری فردا تصمیم میگیری تو هم بی قانونی کنی تو هم بی اخلاقی کنی من میگم مرز اخلاق با خیلی به ترس رب داره به هیجان رب داره به نمیدونم استرس رب داره چون, مرز اخلاقت رو سریع جابجا جا میکنی وقتی که اینجا که کووید شد همه ترسیده بودن که دستمال ما بشه میریختن توی اصلا یه چیز عجیبی بود توی فروشگاه میرفتی همه داشتن ده تا بیستا برمی داشتن چون ترس ترس مرز اخلاق و قانون که بعد قانون گذاشتن که دو تا دستمال بیشتر نمیتونی برد برد. وقتی که قانون گذاشتن بعد دوباره همه هم اومدن سر جاشون من فکر میکنم تو خیلی چیزا قانون باید باشه ولی توی یه سری چیزایی که میگن آقا مشروب نخور اختیار بدن بهتره مشروب نخور یا مثلا الان مطمئنا بگن که خوردن گوشت قرمز غیر قانونیه مصرف گوشت قرمز خیلی بیشتر الان توی یه سری چیزا ولی توی یه سری چیزایی دیگه فکر میکنم باید قانون باشه نظر موافقم موافقم میتونه میتونه یه یه, اون، یه خورده اصلاح بشه نظر یه بحثی که تو کردی که خیلی برای من جالب بود گفتی که جامعه که حالا شاید برگرده به خودمون جامعه که زیادی اینجوری فشار داده یه هایی هم نمیشه دست از رو فنر برداشت آیا ما بدون که بخوایم اصلا بحث سیاسی بکنیم آیا ما جامعه بودیم که زیادی بهمون فشار اومده و الان اگه بخوایم باید یواش یواش این فشار رو برداریم یا اینکه نه باید مثلا این فنه رو برداشته بشه و هر کاری میخوایم بکنیم سوال خوبیه سوال خیلی خوبیه جوابشم من میتونم حدس بزنم بیا تجربت با آدما بگو چون تو خیلی آم. با آدما تجربه داری فکر کنم تو باید قدان روزی باشی که اخراج شدی اوه مای گاد یس پس تو چی کار می‌کنی مثلا برای اینکه عادی نشه دنیا اصلا اینو حرف رضا رو قبول داری که نباید بذاریم عادی بشه اینکه اصلا اینکه یه جایی باشی که هیچ مشکلی وجود نداره آیا اصلا این دل بخواه اصلا خوبه شروع کردن به فکر کردن و تصور کردن و موقعیت میتونه خیلی چیزا رو تو ما کنه کنه جاست. یه نفر به من گفتش که شما وقتی که سوال ایجاد میکنین برای یه سری عده آدم مسئولین در قبالش شما دارین نور میندازین توی یه سری تاریکی هایی که تالا طرفش فکر نکرده بعد این سوالا باعث میشه که اذیت بشه بهش فکر کنه بعد شما در رابطه با این چیزا مسئولین حالا اونم نظر اون بود